تاجیکستان حضور نظامیش را در مناطق هم مرز با افغانستان تقویت کرده است. بیم این کشور از گسترش دامنه نامنی ها از افغانستان است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان روز پنجشنبه در جمعه از نظامیان تاجیک از اوضاع امنیتی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. خاطر نشان می نمایم که وضع کشوری همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان علاق خصوص منطقه های شمالی آن که با کشور ما هم سرخط می باشند بین یو آیت مشکل و نامایان باقی مانده اعضای آنها روز بروز و حتی ساعت به ساعت مراکب گردیده ای ساده است رحمان در همین حال گفت که تاجکستان در مورد سرنوشت مردم افغانستان به تفاوت نخواهد ماند جمهوری اسلامی افغانستان همسایه نزدیکترین ما کشور دوست همزبان و هم ما می باشد بنابراین ما با سرنوشت مردمی آن به تفاوت نیستیم روسیان نیز برای تقویت مرز تاجکستان با افغانستان دست به کار شده اینها وسایل نظامی هستند که در جریان همین هفته مسکو به تاجکستان فرستاد انتظار می روید ماه آینده روسیه و تاجکستان تمرینات نظامی را در مرز با افغانستان انجام دهند. تاجکستان در همین حال گفته است که آماده است تا به 100 هزار مهاجر افغان پناه بدهد. کمیته وضعیت استراری و دفاعی ملکی تاجکستان روز جمعه گفت که اگر شمار مهاجرین افغان افزایش یابد، دوشنبه از گروه های بین‌المللی تقاضای کمک خواهد کرد. مقام های تاجک میگویند 1600 افغان که بر اثر جنگ وارد تاجکستان شده بودند اخیرا در 11 پرواز به افغانستان برگشتند تاجکستان با عنوان بخش از آمادگی برای ورود احتمالی سیل از مهاجرین کار ایجاد دو انبار بزرگ مواد غذایی را در منطقه جنوبی خطلان آغاز کرده است صدها افغان به شمول پلیس و دیگر نیروهای دولتی افغانستان در هفته های اخیر به دنبال تشدید جنگ در شمال کشور و تاجکستان و ازبکستان فرار کردند این نظامیان سپس به افغانستان منتقل شدند